بابا خودت نظرت چیه؟ آتیزم به چه درد میخوره؟ لاجر ز دیوار. همین؟ به هیچ دردی نمیخوره؟ خود آتیزم، آخه خود آتیزم چی باید تعریف بکنیم مثلا در موردش؟ باور نداشتن به وجود، باور نداشتن به وجود خدا. خب آره، اگر اینجوری بگیم واقعا به هیچ دردی نمیخوره، فقط اینکه تو به هیچ خدای اعتقاد نداری دیگه و گرفتار ادیان و باورهای دیگه نیستی دیگه. یعنی به باورهایی که از این نشأت گرفته، حالا ادیانی که حالا به حساب میاد، حداقل من از دید خودم دارم میگم، ادیانی که به حساب به خدای باور دارم و انسانیت رو زیر سوال بردم به خاطر رعایت اون سنت‌هاشون، یا عرض کنم که مسئله تو دینشون هست. من اینو برای خودم مثبت میدونم، اینو اینکه من به نظر من اتئیزم کمک کرده که انسانیتی خورده بیشتر پیشرفت کنه. من میتونم خیلی سادهش بکنم، من میتونم بگم که جدا از بی خدایی، هر چقدر باورهای ما به واقعیت نزدیک تر باشد، کاربرد باورهای ما افزایش پیدا میکنه. خب و چون به احتمال بسیار بالایی نزدیک به یقین خدایی وجود ندارد، باور نداشتن به وجود خدا به این معنی هست که عقاید ما به حقیقت یه مقدار نزدیک تره و این باعث میشه که ما به اهدافمون و به افزایش بهزیستی نزدیک تر باشیم. اگه شما به خدا اعتقاد داشته باشین، این نقشه‌ای که دارین از این که از حقیقت با نقشه‌ای که اعتقادات شما رو اگه نقشه حساب بکنین، انعکاسی از واقعیت نیست، یعنی کمتر، دورتره. یعنی اگه مثلا باور، اگه حقیقت اینجا باشه و باور شما اینجا باشه، باورهای من اینجا هست، یه مقدار نزدیکتره به حقیقت. برای همین نقشه من از حقیقت نقشه دقیق تریه و برای همین به آرمانهامون، به هدفهامون و به افزایش بهزیستی راحت تر میتونیم برسیم وقتی که عقاید ما منطبق بر واقعیت باشه. معمولا نه میشه، بعضی موقع ها استثنایی اینجوری نیست، ولی معمولا اینطوریه. من برای همین کاربرد بی خدایی رو در این شکل میبینم، یعنی برای هر، فقط بی خدایی نه، هر باوری که دور باشه از واقعیت، عقیده نداشتن به اون باور یا اون باور رو نداشتن کاربرد داره. درست؟ آره، بعضی ها تو لایف چت یوتیوب دارن میگن دقیقا به همین راحتیه.